آیا میدونی میکرو اسکال و کاشتمون چه تفاوتهایی با هم دیگه دارن و بهترین راه برای شرط الانه چی میتونه باشه؟ برای پاسخ به این سوال تا آخرین کلیپ ما رو همراهی کنید. یکی از بهترین راه ها برای اینکه یک انتخاب درست داشته باشیم تفاوت دو یا چند روش هستش. توی این کلیپ میخوام میکرو اسکال و کاشتمون رو با هم مقایسه کنم تا بتونی یک انتخاب درست رو داشته باشیم. خب اولین تفاوت دائمی بودن و هر روش هستش. ببینید میکرو اسکال به خاطر اون جوهری که زیر پوست تزریق میشه و این جوهر به مرور زمان پاک میشه نیاز به ترمیم داره. ولی کاشتمو این محدودیت رو نداره. وقتی شما موی رو کاشت میکنید چون این موهای کاشت شده نسبت به هورمون ها و عوامل ریزش مو مقاوم هستن تا آخر عمر همراه شما باقی میمونه. دومین گزینه که میخوام با هم دیگه بررسی کنیم هزینه هر روش هستش. ببینید هزینه اولیه کاشت مو بیشتر از هزینه میکرو اسکالپ هستش، ولی از اونجایی که میکرو اسکالپ نیاز داریم که به صورت مداوم اون رو ترمیم کنیم، هزینه نهایی خیلی بیشتر از هزینه کاشت مو میشه. سوم گزینه که میخوام بررسی کنیم طبیعی بودن هر روش هسته. ببینید میکرو اسکالپ رو وقتی شما روی سرتون انجام میدید لازم هستش که موهای روی سرتون رو بتراشید تا میکرو اسکالپ خودش رو بهتر نشون بده، ولی در موهای کاشته شده شما میتونید موهاتون رو بلند کنید، کوتاه نگه دارید و به هر طرفی که دوست دارید اون رو حالت بدید. چهارمین گزینه که میخوام با هم دیگه بررسی کنیم محدودیت ها و مراقبت های بعد از هر روش هستش. ببین شما بعد از کاشتمون به مدت 3 ماه نباید فعالیت های سنگین انجام بدید، ورزش سنگین ممنوع هستش، ولی در میکرو اسکالپ این محدودیت ها وجود نداره. امیدوارم اطلاعات این کلیپ براتون مناسب بوده باشه و بتونید با استفاده از اطلاعاتی در اختیارتون قرار بدین بهترین راه رو برای خودتون انتخاب کنید.